دوستان عزیز، اولا خیلی متشکر هستم از برگزار کنندگان این گرد همایی کوچک، پشتیبانان مادران سوگوار در ایران که امروز در این نزدیک اسکله سانتا مونیکا گرد اومدیم. برای کسانی که منو نمیشناسن، من چند کلمه ای راجع به خودم صحبت میکنم. من مجید نفیسی هستم. اولین شعرم در 13 سالگی در جنگ اصفهان در کنار داستان هوشنگ گلشیری و شعر محمد حقوقی چاپ شد و در سن 15 سالگی شعر برای سنگ صبور من در کنار شعر فروغ فرخزاد تنها صداست که میماند در شماره 13 مجله آرش در اومد. امروز من براتون 4 تا شعر میخونم. شعر اول رو به همه مادران ایران و زنان جهان تقدیم میکنم، به خاطر اینکه ما این جلسه رو همچنین به مناسبت روز جهانی زن برگزار میکنیم. و سه شعر بعدی رو به سه مادر داغدار، مادر عزت، مادر سعید و مادر حسین که در سالهای 1360 و 62 بچه های خودشون رو در ایران از دست دادن تقدیم میکنن. شعری که الان میخونم اسمش از شعری برایت مینویسم. در این شعر با رسم الخط زبان فارسی بازی شده. شعری برایت مینویسم، چون کلمه عشق که به هم پیوسته است، از چشمه جادوی عینش که تو را در خود میشوید، از دندانه شیرین شینش که به تو لبخند میزند، و از قله گرد قافش که فتنا شدنی است. شعری برایت مینویسم، چون کلمه آزادی که از هم گسسته است، از سربلندی مد دریایش، از سرسبزی علف کوهستانش، از فشاری که ستون 4 رکنش را در هم شکسته، از کمال 4 حرفش که از الف تا یا را در بر گرفته، و از جدایی 5 انگشتش که یک دست را می سازد. شعری برایت می نویسم، از عشق که چون عشقه ریشه می گیرد، و از آزادی که خود ریش ریش است. شعر دوم اسمش هست گنج بانشان. اون رو به یاد همسرم عزت طباییان نوشتم. عزت طباییان در 17 دی 1360 در زندان اوین تیرباران شد و همراه با 50 مرد و 1 زن دیگر در گورستان خاوران معروف به کفرآباد دفن شد. از اونجایی که اجازه ندادند به خانوادش که روی قبر عزت سنگ قبری بگذارن، پدرش مجبور بود با پا اندازه بگیره، به صورت مثلا گز بکنه، چیزی که شما در این شعر متوجهش هستین. گنج بانشان. 8 قدم مانده به در، 16 قدم رو به دیوار، کدام گنج نام از این رنج خبر خواهد داد؟ ای خاک، کاش می توانستم نبض تو را بگیرم، یا از جسم تو کوزه‌ای بسازم. افسوس طبیب نیستم، کوزه‌گر نیستم، تنها وارثی بی نصیبم، در بدر گنجی نشاندار. ای دستی که مرا چال خواهی کرد، نشان خاک من این است. 8 قدم مانده به در، 16 قدم رو به دیوار، در قبرستان کفرآباد.
شعر بعدی اسمش هست سه هدیه، اون رو به یاد برادرم سعید نفیسی نوشتم که در سال 62 همراه با همسرش فهیمه اخوت تیرباران شدند. یک روز پدرم ما را صدا کرد و گفت برایتان سه هدیه دارم، یک قلب سرخ، یک ساعت شنی و خدایا آن دیگری را به یاد نمی آورم. مهدی قلب را برداشت، دو نیمه آن را گشود و بر تارهای لرزان آن دست کشید. من ساعت شنی را برداشتم و همراه با شنهای آن از نیمه به نیمه دیگر افتادم و از خود پرسیدم در 3 دقیقه چه میتوان کرد؟ و سعید در 10 سالگی به پاریس رفت تا قلبش را عمل کند و در 29 سالگی در تهران به خاک افتاد. او را به یاد می آورم که لبهایی گلی داشت و دستهایی نیرومند و این شعر آخر که اسمش از دست خط، این را به یاد حسین اخوت مقدم نوشتم. حسین دخترش چشمه رو ندید، برای اینکه خواهر من نوشین چشمه رو در زندان اوین زایید. وقتی که چشمه در 13 سالگی برای اولین بار به من نامه نوشت، من این شعر رو نوشتم برای اینکه در نامش جاپای پدرش حسین رو دیدم. دست خط برای چشمه. سرچکش ها و نقطه هایت در جای خود نشستند و هیچ افتادگی در دندانه هایت نیست. یا و نون را نشکسته ای و الف و یایت در هم نرفتند. حاشیه نامه از سپیدی می درخشد و حرف هایت در کاغذ فرو رفتند. انگار سنگ نوردی هستی که قلم را در سنگ فرو میبری تا جا پاهای استوار بسازی. پدرت سنگ نوردی را به من آموخت، سرانگشتانی توانا داشت و چشمهایی تیز بین. میخا را در جای استوار مینشاند، تناب را از حلقه ها میگرداند و پله به پله بالا می رفت. هنگامی که بر فراز صخره می رسید بر می گشت و به پایین نگاه می کرد و لبخندی گره های پیشان